اینجا در کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف یک نمایشگاه کتاب و تولیدات داخلی با اشتراک شماری از زنان به مناسبت هفته ویژه کتاب و کتابخانی برگزار شده است. در این نمایشگاه 10 جلد کتاب، اثرهای تاریخی، مواد خوراکی و صنایع دستی زنان برای 3 روز به نمایش گذاشته شده است. مسئولان محلی در ولایت بلخ هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ کتابخانی و معرفی محصولات داخلی عنوان میکنند. بسیار مهم هستند و تولیدات داخلی ما که هستند. امروز ما نمایشگاه کتاب و نمایشگاه تولیدات داخلی را که برگزار کردیم در شهر مزار شریف برای ازی بودن که تولیدات ما باید زیاد باشه و مردم ما باید از تولیدات کشور خود استفاده بکند و این بسیار یک دستاورد کلان هستند انشاءالله. با این حال شماری از زنان که صنایع دستی و محصولات تولیدیشان را در اینجا به نمایش گذاشتند، از برگزاری این نمایشگاه استقبال میکنند و آن را برای رشد فعالیت‌های تجارتی زنان اثرگذار میدانند. در بخش آچار و چکنی و مربا هستم و این باعث میشه که فروشات ما امروز اگر در دکان 2 تا بوتل سودا میکنم، اینجا شاید 3-4 تا سودا کنم و این خیلی خوب است برای رونق هر خانم. خوب است که فروشاتش نمایشگاه شه، فروشات بیشتر میشه چون بیننده زیاد میه، کسانی که مراجعین دینج میاین دیدن میکنن، شاید یکیشون بخره. این خیلی خوب است که نمایشگاه برگزار شوه. اگه در سطح منطقه‌ای شوه، در سطح ولایات شوه، در سطح کشوری شوه، خیلی بهتر است. یگانه ستون فقراتی که از او کشور امو صنعتش از تولیدش است. زمانی ما خود کفا میشیم که از صنعت خود، از تولید خود استفاده کنیم. این نمایشگاه ها راه بسیار خوبی رو برای ما باز میکنن که ما میتونیم کمی تولیدات خود به نمایش بگذاریم و همچنان بازار برای خود پیدا کنیم، مثل که سالهای قبل بودک بازارهای داخلی و خارجی بودک، نمایشگاه داخلی و خارجی بود که این بسیار یک تاثیرات خوبی سر تولیدات و صنعت افغانستان داره. ما میتونیم که امی صنعت ما که رشد کرد امی بود که ما در نمایشگاه های بیرون در داخل در هر نمایشگاه حضور پیدا کردیم و همه تانستیم که ما از الگو از بیرون همه تولیدات و امی صنعت خود رشد بدیم. از سوی هم برخی از ناشران در ولایت بلخ از کاهش علاقمندی شهروندان در بخش کتابخانی خبر می دهند و از مسئولان می خواهند تا برای رشد دوباره این فرهنگ بیشتر تلاش نمایند. تلاش ها ادامه پیدا بکنند و تلاش های تشویقی توأم با مکافات اگر روی دست گرفته شود از طرف مسئولین نهادهای فرهنگی، این نتایج خوبی را به بار میارند. چنان که ما در دولت های سابق، دولت های دموکراتیک و اسلام تقریبا 40 سال پیشتر که ما حاکم بودند، 30 سال پیشتر در افغانستان حاکم بودند، بخش جوانای از اونا به خاطر تشویق جوانا مسابقات کتابخانی، مطالعه و گپا را برای می‌انداختن، برای کسایی که در درجه اول دوم سوم میشن با چیزای تشویقی میدادن و این تقریبا هفته وار در تمام چیزا ادامه داشت. اگر حالیم نهادهای مسئولی کارا رو بکنن احتمالا نتایج مثبت رو خود به بار آورد. شمار از بازدید کنندگان نیز برگزاری این نمایشگاه را برای شناسایی محصولات داخلی اثرگذار میدانند و از شهروندان میخواهند تا از تولیدات داخلی بیشتر استفاده نمایند. استفاده از تولیدات داخلی در حقیقت ما را به طرف خودکفایی و رشد صنعت داخلی ما کمک میکنه و ما باید این فرهنگ را در داخل افغانستان ترویج بکنیم. مردم افغانستان به جای استفاده از صنایع خارجی باید از صنایع داخلی استفاده بکنه، به خاطر از اینکه ما بتانیم یک روز یک افغانستان سرشار از آبادی و سربلندی داشته باشیم. نمایشگاه میتونه برای تولیدات داخلی وطنی ما خیلی موثر باشه و تولیدات وطنی خود ما را به معرفی بگیره و ما اولین بار است که همچون نمایشگاه هستم و از کل مردم وطن خود تقاضا دارم که به خاطر حمایت از تولیدات داخلی وطن بیان بازدید بکنند. مسئولان محلی در ولایت بلخ تاکید میکنند که تلاش دارند تا برنامه‌هایی را برای رشد تولیدات داخلی و فعالیت‌های زنان راه اندازی نمایند.